سلام، شب بخیر. رفت آمد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به رسانه ملی آغاز شده. 8 نامزد طبق برنامه مشخص شده به صدا و سیما میان تا برنامه‌های خودشون رو ضبط کنن. بریم ببینیم امروز میهمانان جام جم کدوم یکی از نامزدهای انتخابات 24 خرداد هستن. البته با یک سوال خاص. از همون اول که نامزدها برای ضبط برنامه‌شون وارد صدا و سیما شدن، سوالی ازشون پرسیدیم تا آمادگیشون رو برای رقابت بسنجیم. اینکه آیا فکر می‌کنن انتخابات به دور دوم کشیده میشه یا خیر؟ بعید نمی‌دونم با توجه به وضع موجود که انتخابات به دور دوم کشیده. من امیدوارم که در همون دور اول تکلیف انتخابات تعیین بشه. یک کم زود قضاوت، ولی اگر همه اینهایی که امروز کاندیدا هستند تا پایان همه بمانند، معنیش اینه که به دور دوم کشیده بشه. امیدوارم که انشالله در دور اول نتیجه مشخص بشه. به دور دوم کشیده نمیشه. معلوم شد کاملا آماده رقابتند، حتی اگه به دور دوم کشیده بشه. اما چه نامزدی در صدا و سیما چی ضبط کرد؟ حداد عادل برای ضبط برنامه تلویزیونی به صدا و سیما اومده بود. بنده تأکید کردم که مهمترین وظیفه رئیس جمهور آینده کمک به حل مشکلات اقتصادی مردمه. حداد عادل بعد از ضبط برنامه با عارف مواجه شد که برای ضبط برنامهش اومده بود. جالبه از دو طیف سیاسی مختلف هست این ملاقات. 30 ساله با هم برادر داریم. دوستان قدیمی. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خوش آمدید. سلام باشی. متشکر. محسن رضایی هم مثل بقیه با انرژی به صدا و سیما اومد. امروز چه برنامه دارید صدا و سیما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه برنامه نیم ساعتی برای معرفی نامزدها. رضایی در این برنامه نیم ساعته هم از موضوعات داخلی گفت، هم از خارجی. آرامش به خانواده از طریق بهبود زندگی و ثبات در کشور، چه ثبات سیاسی و چه ثبات اقتصادی. رضایی ضبط برنامه رادیویی هم داشت و قبل از اون مقابل نماد رادیو عکس یادگاری گرفت. میخواهم از دغدغه ها و نگرانی ها از یک طرف و از امید و شوق های شما و خودم با شما صحبت کنم. شما خوبه، خوش آمدید. الله برنامه چیه؟ برنامه الان تلویزیون رادیو. ثبت برنامه تلویزیونی هست. روحانی رو ترکان و نوبخت از دولت مردان دوره اصلاحات و سازندگی همراهی می‌کردند. محوری ترین برنامه‌ای که در این برنامه تلویزیونی اعلام کردید اگه خیلی مختصر بخواید بیان بکنید. محوری ترین برنامه‌ای که من در این برنامه اعلام کردم این بود که باید مدیریت کشور تغییر بکنه. روحانی به رادیو هم رفت و در اونجا اتفاقی با عارف روبرو شد که ضبط برنامه رادیوییش تموم شده بود. راه استقلال، خود اتکایی، خود باوری رو. سلام علیکم. محمد رضا عارف و ورودش به صدا و سیما برای ضبط اولین برنامه تبلیغاتیش. اولین برنامه رادیویی هست که در خدمت دوستان هستم و زحمت دادم به دوستان. چرا باید برای مشغول کردن جوانانمان به هزار دوست و آشنا رو بیندازیم؟ مهمترین محوری که شما می صحبت کردین چی بوده؟ بس اقتصادی بود. مهار تورم مهمترین مسئله من و مهمترین دغدغه من است. محمد قرضی هم از نامزدهایی بود که به صدا و سیما آمد. من مدت هاست که سازمان تشریف نیاوردید، درسته؟ کم افتخار بودم، کم توفیق بودم. وزیر دوران سازندگی محور اصلی صحبت‌های رادیوییش مدیریت بود. خدمت عزیزانم عرض می‌کنم که اون چه که گذشته شده است راهنمای آینده است. این که مردم استقبال کنن از برنامه‌های یک کاندیدا. قرضی به استودیوی سیما هم رفت. اما جدول پخش برنامه‌های فردای نامزدها. سعید جلیلی ساعت 8 شب در برنامه با دوربین شبکه اول سیما. محمد رضا عارف ساعت 23:30 دقیقه پاسخ به سوالات ایرانیان خارج از کشور در شبکه بین المللی جام جم و علی اکبر ولایتی ساعت 22:45 دقیقه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما. توی انتخابات 11 رسانه ملی قصد داره تجربه خاصی رو به بوته آزمایش بذاره.
مناظره همزمان و مشترک 8 نامزد با هم. امیدواریم تجربه خوبی از آب در بیاد. راستی فکر میکنید که مجریان این مناظره ها چه کسایی هستند؟ مناظره ها حالا در حالی آغاز میشود که هنوز اسامی مجری ها منتشر نشده. هنوز اسامیشون رو قطعی نکردیم که اعلام کنیم. در راهروهای سازمان اسامی برخی مجریان جوان یا با تجربه شنیده می شود. با تجربه در اما آنقدر محرمانه هست که فقط رئیس سازمان این ساکن اتاق انتهایی طبقه چهارم ساختمان شیشه ای از آن با خبر باشد. اجرای مناظره ها انقدر حساس است که می تواند تا سالها برای مجریش تبعات مثبت و البته منفی داشته باشد. مناظراتی 8 نفره و دست جمعی. 8 نفر وقتی بنشینن یک جا قطعا این مناظره های دست جمعی منتقدانی هم دارد. این امکان میسر نخواهد بود. من خودم پیش بینی میکنم که مناظره های این دوره از جذابیت و سازندگی و آگاهی بخشی بالاتری برخوردار بشه. مناظره های دست جمعی شاید خاطره جنجالی و تب 40 درجه دوره پیش را تکرار نکند. اما احتمالاً در فضای تخصصی اطلاعات واقعی تری به مردم میدهد. فرصت قضاوت بیشتری به آدم میده. تلویزیون را چه دیدید؟ شاید مناظره های مشترک هم یک دفعه تبمان را بالا برد، چون بازی برخی بازیگران حاضر در این میدان قابل پیش بینی نیست. حضور در این استودیو از هر فرصت تبلیغاتی دیگری موثرتر است. مارشال مکلوهان در سال 1960 وقتی مناظره نیکسون و کندی را دید به نکاتی اشاره کرد که هنوز هم همانقدر تأثیرگذار است. گفت در مناظره های تلویزیونی مردم به حرکات سر و گوش و گوش چشمی آمدن و حتی گاهی یک لبخند کاندیدا حساسند. مکلوهان گفته بود نیکسون به این خاطر شکست خورد که زیادی عرق کرده بود. چه کسی در مناظره های 8 نفره بیشتر عرق خواهد ریخت؟ رسانه های بیگانه در هفته های اخیر به خصوص بعد از اعلام احراز صلاحیت شده ها خط جدیدی رو دنبال می کنن. اونها ادعا می کنن بعضی از نامزدها اصطلاحا نامزد نظام هستن. تا روز 24 خرداد اگر شما مردم به این نامزدها رأی دادید بگن ما که گفتیم نظام از این نامزدها حمایت می کنه. اگرم شما کسای دیگه ای رو انتخاب کردین بگن خب مردم از نظام جمهوری اسلامی روی برگردوندن. رسانه بیگانن دیگه، به قول معروف دست خودشون نیست و اقتضای طبیعتشون مکاری و فتنه انگیزیه. تا جمهور بعد شب بخیر، خدا نگهدار.